الله الرحمن الرحیم و عرض سلام به ادامه درس قبلی، ادامه درس دیافراگ در هفته دوم جلسه سوم هستیم. عضله دیافراگ ما جلوتر گفتیم که یک عضله در سرحد بین صدر و بعد فوهه سفلی صدر کاملا مسدود کرده، یعنی مجرای یا جوف صدر از جوف بطن جدا کرده. بعد ادامه عناوینی که ما در قسمت عضله دیافراگم داریم، یک شکل دیافراگم که چی شکل داره، فوهاتی که خود حجاب حاجز دارن و ارواح دیافراگم. به ابتدا شکل دیافراگم یا shape of دیافراگم چی شکل داره عضله دیافراگم؟ ما به خاطر که شکل عضله دیافراگم رو بفهمیم از دو منظره میبینیم، به خاطر که شکل دیافراگم ما میتونیم بهتر دریافت کنیم، از دو منظره یا از دو قسمت ما میبینیم. یک از منظره قدمی یعنی از پیش رو میبینیم، یک از منظره وحشی یا از پهلو میبینیم. از منظره قدمی یا از جلو که دیده شه دارای دو تا قبه یا دو تا گنبده، هر گنبد را به نام دوم یاد میکنن، یکی در سویه، یکی در قسمت راست رایت دوم، یکی در قسمت چپ لفت دوم. در قسمت مرکزی یا وسط از یعنی که سنترال تندون یا سنترال تندون یا بطر مرکزی قرار داره. رایت دوم کسی نسبت به لفت دوم یکم بالاتره، به خاطر که زیر از این قسمت کبد قرار داره یا جگر قرار داره، جگر که فشار وارد میکنه و رایت دومر یا قبه راست کم بالاتر نگاه میداره. اگر از لا ما شماره کنین زیل اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم، خود قبه راست یا گنبد راست در قسمت علوی یا بالاتر از زیل پنجم قرار داره، از کنار علوی زیل پنجم هم بالاتر قرار داره. و لفت دوم یا گنبد سمت چپ کسه در همه سویه فقره زل پنجم در کنار سفلی زل پنجم میرسه، این در کنار علوی زل پنجم میرسه سمت راست، سمت چپ در کنار سفلی زل پنجم میرسه. از منظره جنبی که ببینیم، خب البته این گنبدها یا خود همه عضله حجاب عاجز وظیفه تثبیت یا ثابت نگه داشتن، غیر از این که ما گفتیم وظیفه اصلی از این مهمترین عضله تنفسیه، باعث ثابت نگه داشتن دو طرف گنبدها یا دمها، لفت دم شوش چپ و رایت دم شوش راست سر ثابت نگاه میداره. قسمت مرکزی چون روی از این قسمت تندان یا سنترال تندان از این کسه، در قسمت مرکزی قلب قرار داره، به پوش قلب یا پریکاردیوم چسبیده به سنترال تندونه. قسمت مرکزی ازی در ثابت نگه داشتن قلب رول داره، سمت راست شوش راست، سمت چپ شوش چپ و سنترال تندون یا مرکز ازی در خود قلب ثابت نگه میدارن. سنترال تندون تا همین مفصل زیفو استرنال یا قسمت که بین خود زیفوید پروسس سرنوم و بعدی و هم وصل میشن تا این طریق قسمت قرار داره. از منظره جنبی شکل حرف جی سرچپه داره، این قسمت شکل حرف جی سرچپه داره، این بازوی طولانی که به طرف ستون فقراته، این بازوی کوچکیانه، بازوی طولانی به طرف ستون فقراته، شکل حرف جی سرچپه. یعنی اگه ما این طرف بالا بدیم میشه حرف جی پیدا میشه. خب ما از یک طرف دیگه این شکل دیافراگم بود، ما از یک طرف دیگه گفتیم که حجاب حاجز یا همی عضله کلن جدار سفلی قفص صدری بسته کرده، این قفص صدری فوهه علویونه فوهه سفلیو، این قسمت هم پینم بطن قرار داره. گفتیم فوهه سفلیه صدر کلن مسدود کرده، ولی اینه کامل مسدود کرده باشه، یک تعداد فواهات یا سوراخ‌هایی در خود همه حجاب عاجز وجود داره،
یک سوراخ، دو سوراخ و سه سوراخ کلان وجود داره. سه تا سوراخ کلان در داخل همه حجاب عاجز وجود داره که اینا به نام فوات حجاب عاجز یا opening in the diaphragm میاد میکنن، که این سه تا سوراخ هسته، یک برای اورته یا ابهر شریان ابهر از این قسمت از صدر میاد به این طرف بطن میاد، یک دیگه ایزوفاجیال اوپنینگ یا فوهی که ایزوفاجیوس یا مری از این عبور میکنه، از صدر میاد به بطن میاد به میده وصل میشه، و یک دیگه کول اوپنینگ یا سوراخی برای وینوکاوا که اینو به طابقت میکنم با فقرات صدری. ما 12 فقره صدری داریم، کول اوپنینگ برای طابقت میکنه با تی 8، دو تا بالا میریم تی 8 تی 10 تی 12، کول اوپنینگ مطابقت میکنه با تی 8، ایزوفاجیال اوپنینگ مطابقت میکنه با تی 10، اورتینگ اوپنینگ مطابقت با تی 12. ببینیم این کول اوپنینگ یعنی وینوکاوا عبور میکنه، ایزوفاجیال اوپنینگ هم اورتینگ اوپنینگ. کول اوپنینگ از بالا به طرف پایین میاییم، کول اوپنینگ مطابقت با تی 8، ایزوفاجیال مطابقت با تی 10 و اورتیک اوپنینگ مطابقت با تی 12 میکنه. خب ما این اوپنینگ ها را کمی بیشتر میبینیم، خود اورتیک اوپنینگ هست در بین کرورای راست و کرورای چپ دیافراگم قرار داره، خود ابشریان ابهر از صدر از این طریق عبور میکنه میاد به طرف بطن، از صدر از این عبور میکنه، بعد مطابقت با تی 12 گفته میکنه، و همچنین یک تعداد تنها همی شریان نیه که از این سوراخ عبور کنه، یک تعداد عناصر دیگه هم عبور میکنه، مثلا توراسیک تک یا همون قنات صدری لنفوی که هسته که از اینجا عبور میکنه طرف صدر میره، و از زایگوس وین یا ورید از زایگوس یا ورید فردی از این طریق عبور میکنه و به طرف بالا میره. و سوراخ دوم که داریم ما ایزوفاجیال هیاتوس هسته که با فقره تیده مطابقت میکنه در زخامت الیافی که از رایت کرور منشأ گرفتن، در زخامت از این قرار داره، در زخامت از این قرار داره و تنها همی میرینیه که عبور میکنه، از اینجی عصب واگ راست و چپ هم از بالا و پایین میاین به شریان لفت گستریک که شعبه مهمی از سیلیاک ترنک لفت گستریک از این طریق عبور میکنه به طرف بالا میره و قسمت اولوی میده میرسه، و همچنین یک قسمت اولوی لنفوی دیگه هم هستن و اینا هم از این قسمت عبور میکنن. خوب بعد کول اوپنینگ داریم ما در اینجی که مطابقت با تی 8 میکنه، و همچنین وینوکاوا اینفریور از این قسمت عبور میکنه، همچنین عصب فرینیک، فرینیک یعنی همین حجاب عاجز، عصب فرینیک سمت راست از این قسمت از این سوراخ عبور میکنه، عصبی که خود سمت راست حجاب عاجز تاثیر میکنه از این قسمت عبور میکنه. یک تعداد فوات موجود در دیافراگم غیر از این که این سه فوهه عمده که ما ذکر کردیم، یک تعداد فوات کوچک دیگه هم دارن که این اعصاب و این اویه از طریق از این فوهای کوچک عبور میکنن. مهمترین اینا هم همه سوراخ‌هایی که شریان فرینیک و عصب فرینیک از این قسمت عبور میکنن، سوراخ‌های کوچکه مثل از این سوراخ‌ها کلان نیه، سوراخ‌های کوچکتر قرار دارن. وظیفه عضله دیافراگم ما گفتیم مهمترین وظیفه از این همو در فعل تنفس یا عضله تنفسیه یا عضله شهیقیه، بیشتر در اون قسمت تاثیر وظیفه اجرا میکنه، وظایف دیگه هم داره که باز میخونه خود شما. بعد اروای دیافراگ یعنی شرائین از این که خون رسانی میکنن چیه، تخلیه وریدی از این کدام هایه و تاثیر از این چیه. ابتدا شرائینی و یا بلد سپلای آف دیافراگ، ما یک تعداد شرائینی داریم که از بالا خود عضله دیافراگم
خوندسنی میکنم، یک دوز هروئین داریم که از به این خوندسنی میکنم. inferior phrenic artery یعنی شریان سفلی و پایینی فرینیک، هم دیافراگ، عضله دیافراگ که مهمترین شریانی که خود عضله دیافراگ میده خوندسنی میکنه، همی inferior phrenic artery یک شریان از بالا از ابهر منشأ میگیره به نام superior phrenic artery. و شریان دیگه هم داره که از قسمت بالایی از قسمت بالا از internal thoracic artery منشأ میگیرن به نام musculopherinic و pericardiopherinic یاد میشن. اونو قسمت های بالایی خود دیافراگم ارما میکنن. لیکن این شریان inferior باش که inferior phrenic artery یاد میکنن، این دوتا شریان که مهمترین شریان که از دلعه دیافراگم خوندسنی میکنن همینه که مستقیم از ابهر بطنی منشأ میگیرن. همچنین یک تعداد شریان دیگه هم از بالا می آیم غیر از اینکه سوپریور فرینیک آرتری، یک تعداد شریان دیگه به نام پریکاردیو فرینیک آرتری یاد میشه. این قسمت این شریان که از اینترنال توراسیک آرتری منشأ می گیره، این شریان از دو طرف پایین می آیند تا به حجاب عاجز قسمت اولویور اروا می کنند، یا این شریان کوچک به نام مسکولو فرینیک آرتری یاد میشه. اینا شریان که خوندرسنه می کنند خود عضله دیافراگم. تخلیه وریدی، ورید ها میفهمیم سیر محکوس شراین دارن به نام از دوی شراین یاد میشن. بالاخره تخلیه از اینا در بالا به برخیر سیفالیک وین که در قسمت نهی گردن قرار داره و از زایگوس وین به اینا ختم میشه. در پایین کس به وی سی آی یا وینا کو اینفریور لفت سوپرارنال وین تخلیه میشن. نباید در بالا حتی به برخیر سیفالیک وین به این قسمت میرسن و این سیستم های از آیگوس سیستم هم به این قسمت تخلیه میشن. در پایین به inferior vena cava و شریان و وریده که به طرف فقوده فقلکلیه میایه یا left suprarenal vein به این قسمت تخلیه میشن. خب بعد ما قسمت تعصیبی داریم یا قسمت عصب رسانی داریم. در قسمت تعصیب یا قسمت عصب رسانی ازی بیشترین قسمتی که تعصیب میشه توسط فرینیک نرو که سوراخ میکنن از دلعه از بالا میاین. فرینیک نرو ها این فرینیک نرو از این قسمت و از این قسمت از بالا میاین به پایین از دلعه دیافراگم سوراخ میکنن و خود از دلعه دیافراگم تعصیب میکنن که سمت فرینیک سمت راست و به سمت راست و فرینیک سمت چپ فرینیک نقوبه سمت چپ تصیب میکنه. اینا باعث میشن که و این اعصاب ها باعث میشن که این عضله تقلص کنه. وقتی تقلص میکنه عضله تقلص میکنه استرنوم طرف بالا باشه که این تصویر شما نشان دارم. وقتی که این تقلص میکنه استرنوم به طرف بالا و قدام میکشانه، یعنی استرنوم از این موقعیت خوب به این موقعیت دومی میره و همچنین از لا به طرف بالا میرن. در نتیجه داخل صدر کلانتر میشه، هوای بیشتر در داخل صدر قرار میگیره. خب درس آخر ما یا عنوان آخری که داریم عملکردهای دیافراگم یا اکشن آفت دیافراگم. چهار تا عملکرد داره. یکی مثلا انسپایدشن یا عضله تنفسی شیقیه، یکی مثل اف ابدومینال استرنینگ عضله استوار نگذاشتن بطنه، یا ویت لیفتینگ مثل یا عضله وزن بالا کردن یا وزن بالا کردن وزن می باشه. به تراک ابدومینال پمپه و عضله تراک ابدومینال پمپ یا پمپیه که در بین صدر و بطن قرار داره. خب حالا میبینیم این قسمته که وظیفه عمل کرده از اینا چی رقمه. یکی عضله تنفسیه که ما گفتیم که وقتی استرنوم و عضلال به طرف بالا میدانه در اینجی فضا بیشتر باز میشه در داخل صدر و تنفس خودش و شا بیشتر جای میگیرن و
شهیق یا این اسپایدشن صورت میگیره و هوا داخلش روشا میشه. یکی عملکرد اینه، مثلا این قسمت میبینیم همچنین. و عملکرد دومی و وقتی که این ما تنفس عمیق بکنیم، یعنی شرشور پر از هوا بکنیم و هوا رو قید کنیم، نفس خور عضله ثابت میمونه، در نتیجه روی ستون فقرات فشار میایه، عضلات داخل بطن که هستم ثابت نگاه داشته میشن. در این حالت میتونه که شخص فشار داخل بطن از زیاد شده به روی اعشای بطنی فشار میاره، مثلا قسمت مثانه یا قسمت رکتوم فشار میاره، باعث میشه که شخص بتونه راحت‌تر تبول و تقوید داشته باشه و در وقت زایمان خانم ها فشار برو رحم اینا میاره و طفل به طرف پایین رانده میشه و طفل تولد میکنه. یعنی یک عضله که چون در این قسمت ثابت مونده، فشار داخل بطن زیاد شده و فشار روی اعشای بطنی زیاد میکنه. و در این حال این دو قسمت و عضله یا عملکرد سوم از اینه که وقتی که ما تنفس عمیق بکنیم، یعنی شهیق عمیق بکشیم و این بعد نفس رو قید کنیم و این عضله دیافراگم ثابت نگاه داریم، روی عضلات که دو طرف ستون فقرات هم روی از اینا فشار میاره، اینا بالت تقلص میمونن، بالت تقلص کرده میمونن و استرخان نمی کنن. در نتیجه شخص وقتی ما بار بلند کنه، ستون فقرات ثابت میمونه، میتونه راحت‌تر بار بلند کنه. و دیگه یکی مثل یک پمپ عمل میکنه، وقتی فشار داخل بطن، داخل صدر کم شه و داخل بطن زیاد باشه، در نتیجه خون وریدی از صدر، از بطن به طرف صدر رانده میشه، راحت‌تر میتونه خون به طرف بالا بره. یا خود اویه لنفوی از طرف بطن به طرف صدر راحت‌تر رانده میشن، مواد لنفوی از بطن به طرف صدر، چون اینجا فضای کلانتره، فشار کمتره، اینجا فشار زیادتره، رانده میشن به طرف بالا، باعث تخلیه خون وریدی و اویه لنفوی میشن. خب درس ما در این قسمت ختم میشه تا جلسه بعدی که ارواح خود جدارهای صدره. ما فعلا ارواح عضله دیافراگم خواندیم و عملکردهای دیافراگم خواندیم. درس بعدی ما که ارواح جدارهای صدره در درس بعدی میخونیم انشاءالله. تا اون موقع شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. درس ها روزمره مطالعه کنیم، به خاطری که درس روزمره اگه نخونیم درس ها شما زیاد شده میره و بعد یک دفعگی مشکل که همه موضوعات بتونیم درک کنیم. به همین خاطر اگر شما روزمره و جلسه به جلسه مطالعه کنیم به خیلی به نفع شمونه. و همچنین اگر شما به یک روز 3-4 کلیپ یا 3-4 جلسه درس میخونیم، این هم بر شما مشکل تمام میشه، با حافظه شما نمیمونه، سر حافظه شما فشار میاره و شما خسته میکنه. به هر روز که یک جلسه شما بخونیم بهترین درس یاد گرفتن میتونیم، بهترین فرصت به شما. خداوند یار و مددگار شما.